ایران در آینه جهان. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا: من و وزیر بلینکن صراحتاً می‌گوییم انگلستان و آمریکا حملات غیرقانونی حوثی‌ها در دریای سرخ را محکوم می‌کنند و آنها را مورد حسابرسی قرار خواهند داد. براد شرمن، عضو کمیته روابط خارجی و خدمات مالی کنگره آمریکا: ایران باید درک کند که هر کشتی به سمت ایران می‌رود یا از ایران می‌آید، می‌تواند توسط نیروی دریایی آمریکا در هر یک از اقیانوس‌های جهان توقیف شود. این کاملاً غیر منطقی است که ایران از آزادی دریاها بهره‌مند شود در حالی که به نیروهای نیابتی خود در حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ کمک می‌کند. مارک گرین، رئیس کمیته امنیت داخلی کنگره آمریکا: کشتی جنگی ایران وارد دریای سرخ شد. این تهدیدی جدی برای تجارت جهانی و امنیت ملی ماست. این تجاوز ایران قابل تحمل نیست. آنیتا واندنبلت، عضو لیبرال پارلمان اتاوا در کانادا: من عمیقا نگران گزارش‌های مربوط به اعدام قریب الوقوع مجاهد کورکور هستم. من مجددا خواستار آزادی فوری او به همراه سایر زندانیان سیاسی هستم. دیوید پتراوس، مقام ارشد نظامی آمریکا: بریتانیا می‌تواند به حملات هوایی احتمالی آمریکا به شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن بپیوندد تا از کشتی‌های دریایی دریای سرخ محافظت کند. فرد فلیت، عضو ارشد اولین مؤسسه سیاست‌گذاری آمریکا: آنچه در اینجا واقعاً ضروری است این است که دولت بایدن در بهار گذشته به ایران اجازه داد اورانیوم را تا سطح 60% غنی کند که یک تارمو زیر درجه سلاح است.